دخترایی که باهاشون صحبت کردی، من متاسفم برای اینکه میدونم خیلی دلت به درد آوردم و خیلی سخته برات یادآوری این خاطرات. یک دو سال در اونجا مصاحبه با شخصیتایی که همشون دلشون پر درده و درداشون ریختن روی تو و تو اونا رو گرفتی و بعد اومدی باهاشون زندگی کردی با اون دردها و اون دردها رو با همدیگه پیوند دادی و تونستی قصه ای به وجود بیاری که آخرش آتش. نه آخر نمیتونین بگین. نمیگم. نه بگین. من اعتراض میکنم نمیتونین بگین. بالاخره من خوندم آخرش واسهتون. خب شما خوندین. ما میلیون ها آدمای دیگه داریم که باید بخونن، تماشاچی شما باید بخونن. خب. و عجب قصه قشنگ. من صمیمانه پیشنهاد میکنم خانم آقایون Marriage on the Street Corners of Tehran نوشته خانم نادیا شهرام رو بگیرید. از انتشاراتی هستش amazon.com میتونید برید به نام Marriage on the Street Corners of Tehran. من فکر کنم کتاب فروشی های ویست بود هم دارن. بله در حال از آمازون هم میتونید بگیرید و این رو بخونید. به عنوان ایرانی دستتون گرفته میشه که چه چیزا چه مسائلی در روی مملکتمون داره اتفاق میفته که بعضیش اینجا تن آدمو میلرزونه و چاره هم نیستش. بازم من برای اینکه حالا هنوز بازم با هم صحبت میکنیم، ولی من از اتاق فرمان خواهش کنم وبسایت خانم نادیا شهرام رو هم نشون بدید. بله، این وبسایت خانم نادیا شهرام هستش و آدرسشون و تلفنشون هم اونجا هستش. ایشون وکیل دعاوی هستن و شاید در خیلی موارد بتونن به هممیهنانشون کمک بکنن و من اینجوری که دیدم مطمئن هستم که کسانی که در نیازمند کمک هستن ایشون از هیچ کمکی مضایقه نخواهد کرد، برای اینکه دیدم که چه زن فعال و از خود گذشته ایست. چیزی میخواستی بگی؟ بله، من میخواستم بگم که من امیدوار هستم که درسته که فروختن کتاب خوب مهمه، از پولی که از دست دادیم و ضرر کردیم کمی بیرون میاد، ولی اون اصلا هدف من نیست، نخواهد بود. من اگه که هموطنان ایرانی و آمریکایی لطف بکنن و کتابو بخرن، من میخوام که فقط اینو نخونن و کنار بذارن. این کتابی نیست که شما بتونید کنار بذارید. بلکه اکتیویست بشن، بلکه فعال بشن. We need that. به خاطر اینکه ما باید یه راه حلی پیدا بکنیم و راه حل باید از ما ایرانی ها بیاد. ما نباید منتظر کسان دیگه بشیم. من یک سهم خیلی کوچیک خودم انجام دادم، ولی فکر میکنم there is more that we can do. و همین هست که من خواهش میکنم که وقتی تو وبسایت من میرن اگه کامنتی میخوان یا هر چی میخوان بگن، چه پوزیتیو چه نگاتیو، I will take it as a constructive idea and constructive criticism که بدونیم what to do from here on. خب کازای خوب توی دنیا فراوان وجود داره، ولی این برای خانم ها این فاجعه ایست در دنیای قرن 21 در مملکتی که این همه فرهنگ و تمدن داره. بله. این اتفاق فاجعه است، از فاجعه هم اونورتره. بله. ما راجع به پویتری ایران صحبت میکنیم، راجع به کالچر غنی ایران، راجع به تاریخچه ایران، راجع به خانمای ایران، اینقدر خانمای ایران تحصیل کرده هستن. در این کتاب از اشعارت هم استفاده کردی، از اشعاری هم استفاده کردی. بله، مخصوصا پدرت. بله بله بله، من به شعرهای پدرم هم احترام میذارم و خیلی هم البته دوستشون دارم و پدرم شاعر خیلی خوبی هستن البته، و شعرهای مختلفی تو این کتاب نوشته شده که از بجز پدرم، از حافظ، از فردوسی خیلی من اینجا تکیه کردم که همش مربوط میشه به داستان. بله بله، روی سهراب و رستم، یعنی نشون میده که ادبیات ما چقدر حامی زن بودن و چه شخصیت بزرگی به زن دادن. وقتی که به من میگن چرا شما دوباره نرفتین مثل خیلی ها که نوشتن، خیلی ها که از من خیلی بهتر میتونن بنویسن، نویسنده هستن، راجب ریچ هیستوریکال کالچر اف ایران، بیوتیفول ایرانیان باغ و گاردن نوشتن، چرا شما رفتی راجب زن صیغه ای نوشتی؟ خب
ما چیزای پازیتیو خیلی تو کالچرمون داریم ولی چیزای نگاتیو هم داریم و اگه راجبش صحبت نکنیم اینا رو نمیشه پنهان کرد. چقدر ما میتونیم پنهان بکنیم؟ This is bigger than that. یعنی this has life on its own. اینو دیگه نمیشه زیر فرش قایم کرد. و من چون خودم به شعر علاقه دارم و شعرایی هم که توی کتاب پیاده کردم شعرایی هست که به قصه های مختلف میخونه. نمیدونم وقت داری من چند خط من دارم میخواد چند خط مثلا از پدر حتما میخوام بشنوم. بله من از پدرم معذرت میخوام که من این شعر رو حفظ نکردم. ان شاءالله بابا جون اگه داری منو میبینی خیلی عصبانی نشین از دست من. اوکی این شعر رو پدرم در 2004 مارچ سال 2004 نوشتن و اسمش هست اسیر عشق. من این شعر رو هم به انگلیسی دو خط اولش رو توی کتاب نوشتم و هم یعنی به فارسی فقط دو خط اول. این شعر خیلی درازیه و بلندیه و یه قصه هم هست، قصه عاشقانه هم هست که با این میره. البته من اون قصه رو وصف نکردم چون قصه پدرم بودن. And it was a real true story when my father went back to Iran in 2004, March 2004, he came across this story. من حالا فقط چند با اجازه پدرم چند خط از شعر پدرم میخونم. اسیر عشق. بیا به دیدنم امشب که دیده در راه است، نشسته بر سر راهت دلی که دلخواه است. بیا ببین که چه ماتم سراست خانه دل، درون سینه‌ام آکنده زاه جانکاه است. بیا ببین دل زارم چسان فتاده به بند، چو بیژن از غم عشق منیژه در چاه است. بیا ببین چه شررها که خفته در جانم، ز سوز عشق دلم پر از آتش و آه است. بیا ببین که چسان ریزد از دو چشمانم، سرشک غم ز فراقت به شکوه گهگاه است. طبیب درد دل خسته منی بازا، طبیب درد دل خسته منی بازا، که چشم منتظرم سال هاست در راه است. شما اگه در منطقه لس آنجلس بودید من همیشه همه برنامه هم میوردم بیاد اینجا برامون دکلمم لاقل بکنید. من که بسیار بسیار قشنگ دکلمه کردید. دیکشنتون خیلی خوب بود، فونتیک رو خیلی خوب میدونستید، سکونها درجه یک بود و شعر پدر هم که دیگه اصلا آخرین فریاد. من شاگرد پدرم هستم. حتما اینطوره. خوشباله پدر که دختری به شایستگی تو داره. مرسی. من دلم میخواد یکی از قصه هایی رو که از زنان صیغه‌ای باشون صحبت کردی که واقعا متاثرت کرد برامون بگی. حالا آوردیش توی کتاب یا نیاوردیش اون مسئله است که کسی که کتابو بخونه میفهمه، ولی شاید در این مکالمه‌ای که داریم خودش مؤثر باشه. اولا زنان صیغه‌ای رو باید دلشون آدم براشون بسوزه، نه؟ خیلی مظلومن. 99.9% of the women who are practicing this profession in Iran have no choice. راه دیگری نیست. چه کار بکنن؟ خودکشی. Suicide rate is very high in Iran also. ولی میدونین این خانم‌ها وقتی با من راجع به خودکشی صحبت میکردن به من گفتن که بارها شده خواستن خودکشی بکنن،
ولی بچه‌های کوچک خانواده یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادر، مسئولیت‌های اجتماعی که داشتن، بله، حتی شوهر معتاد، بله، حتی شوهر معتادی که توی خونه افتاده، بله، اون خانم اگه دستگیر بشه به عنوان ادلتری اونو میکشن. ولی با وجود این به خاطر اگه دستگیر بشه. قصه زیاد هست که منو واقعا تچ کرده. من بدون اگزاجریشن میگم که خیلی از وقتا با این فکرها توی سرم، من توی رخت خواب میرفتم، بیدار میشدم و فکر میکردم من چه کار بکنم. و واقعا اگه میتونستم همه رو تو هواپیما میذاشتم میوردم بافالو نیویورک، اگه میتونستم این کار رو انجام میدادم. ولی الان فکر میکنم که من از اینجا میتونم بهتر کمک بکنم. بله. تا از داخل ایران، به خاطر که داخل ایران من حتی قلم و کاغذ با خودم حمله میکردم، من دوربین با خودم حمله میکردم، من فقط صحبت میکردم و توی سرم ضبط میکردم. توی ایران من نمیتونم کاری برای این خانوم ها بکنم.